چون بعض وقتا شما مجبور هستین اهداف دوگانه داشته باشین. مثلا تو میتونی یک ژورنالیست باشی که او برات فقط شهرت بده، بله. یا میتونی یک دکتر باشی که فقط زندگی انسان ها رو نجات بدی. من میگم مثلا یک فرد میگه که من میخوایم یک ملا صاحب باشم، و اگه ای تنها میخوای ملا صاحب باشه بس مجبور است که از مردم نان طلب کنه. ولی اگه بگویه که میخوایم یک عالم دین باشم، در پالیش یک تجارت شخصی هم داشته باشم، اینا ای یک عالم دین خیلی خوب است، چون بندواز پیسه نیست، چون عاید خودش داره. پس دو اهداف تعیین کنین، اما این اهدافتان باید سه توصیف داشته باشه. اهدافتان واقعی باشه، بتانین برش برسین و مبهم نباشه. مثلا تو بگوی من میخوایم با وطن خدمت کنم، این یک هدف ماست. این هدف نیست، و اگر هدفم باشه یک هدف مبهم است، چون تو نمیفهمی که توسط چی میخوای با وطن خدمت کنی. یا حقیقی باشه، مثلا تو یک آدم هستی که از 12 فارغ هستی ولی میگی من میخوایم رئیس جمهور شوم. نه، عالی، و هدف خیلی بالاست. یک هدف تعیین کن که مربوط یک بچه صنف 12 باشه. یا اگر تو میگی که من میخوایم به مردم خدمت کنم از رای تبابت، در حالی که پس نمیخوای با او کار کنی. پس اول استعدادت میابی، بعد از او دو اهداف تعیین میکنی. ای اهدافت سه هدف داره که مبهم نباشه، غیر واقعی نباشه و بتانی برش برسی. بعد از این تو میدرایی به استیج سوم که عمل است، و زمانی که تو آغاز میکنی به عمل، خیلی چیزا پیش رویت میایه که تو رو نمیمانه عمل کنی. مثلا شاید تو بگویی من میخوایم ژورنالیست شوم، اول مادرت بخیزه بگویی ما تو رو نمیمانیم.